سلام میکنم به همه دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه و به کلاس درس هم خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم در مورد قانون لنز که در حقیقت به ما جهت جریان القایی رو میده، یعنی جهت جریان القایی که ناشی از قانون القای الکترومغناطیس فارادی به دست میاد. بذارید من همین اول قانون القای الکترومغناطیس فارادی رو این بالا بنویسم. نیروی محرک القایی برابر هست با منفی مشتق شار به مشتق نسبت به زمان. مشتق شار نسبت به زمان که متوسطش میشد دلتا شار تقسیم بر دلتا تی. این منفی که اینجا ما میبینیم داستانش همین قانون لنزه. خب به چه معنی؟ قانون لنز خیلی ساده است، البته اول یاد گرفتنش سخت، اما من بهتون قول میدم یک جوری بهتون یاد بدم و بعد مثالهایی با در ویدیوهای بعد حل بکنم که این قانون کاملا براتون جا بیفته. قانون بسیار بسیار زیبا و ساده ایه. قانون لنز به من میگه که جهت جریان القایی به نحوی است که با تغییرات شار این جهت جریان القایی در حلقه هست دیگه، یعنی در اون مداری که داریم، به نحوی است که با تغییرات شار حلقه مخالفت میکند. این به چه معنیه؟ به این معنیه که اگر شار حلقه در حال زیاد شدنه، یعنی اگر شار داره زیاد میشه، جریان در جهتی پدید میاد که شار رو کم بکنه. خب یعنی در حقیقت اون شار القایی، بذارید اسمشو بذاریم، حالا این اسمی خورده علکیه ولی مهم نیست، که شار رو کم بکنه. خب حالا داستان این چیه؟ یادتون هست که وقتی من یک سیمی داشتم که از این سیم، مثلا این یک سیمه و از این سیم یک جریانی مثلا به سمت بالا عبور میکرد، در این نقطه در کنار سیم یک میدان مغناطیسی به سمت داخل صفحه و در این نقطه یک میدانی به سمت خارج صفحه، یعنی به صورت دایره وار اینجا میدان مغناطیسی ایجاد میشد که داشت اینجوری حرکت میکرد. این صفحه هست عمود بر این جریان. اینو ما در ویدیوهای فصل مغناطیس با هم دیدیم. این جریان القایی که شکل میگیره جوری شکل میگیره که میدان مغناطیسی ناشی از اون با تغییر شار مخالفت بکنه، یعنی اگر شار داره زیاد میشه در جهت خلاف میدان مغناطیسی تولید کننده شار میدان مغناطیسی تولید میکنه و اگر شار داره کم میشه در جهت میدان مغناطیسی شار میدان مغناطیسی تولید میکنه. یک مثال خیلی ساده این رو کاملا براتون مشخص میکنه. فرض بکنید که من یک همچین حلقه ای دارم، این حلقه الان در یک صفحه قرار داره، و باز فرض بکنید که یک میدان مغناطیسی داره در این راستا از این حلقه عبور میکنه، البته من هنوز راستاشو مشخص نکردم، در این راستا، یعنی به سمت بالا هست، این میدان مغناطیسی که داره از این حلقه عبور میکنه. خب الان شاری که از این حلقه عبور میکنه برابر هست، و من فرض میکنم این میدان بر صفحه حلقه عموده، شاری که ازش عبور میکنه هست بی ضرب در ایج. خب چون کوسینوس تتا یک، یادتون هست که تتا زاویه بین صفحه خط عمود بر صفحه حلقه بود و خطوط میدان که اینجا صفر درجه است میشه یک کوسینوسش. حالا بیایید فرض بکنیم که میدان مغناطیسی زیاد شود، یعنی بی بره بالا. خب در این صورت من میخوام جهت جریان القایی رو به کمک قانون لنز تعیین بکنم. اندازش رو که خب میتونم تعیین بکنم، یعنی میام اینجا دلتا شار رو حساب میکنم و اندازش به دست میاد. حالا میخوام جهتش رو تعیین بکنم. خب خیلی ساده با هم فکر میکنیم به قانون لنز. باید جریانی شکل بگیره که با این تغییر شار مخالفت بکنه. الان شار داره زیاد میشه، درسته؟ چون این میدان مغناطیسی من داره در این جهت زیاد میشه، یعنی قوی تر میشه، و بنابراین من باید جریانم در جهتی شکل بگیره که میدانی خلاف این میدان تولید بکنه تا با این افزایش شار مخالفت کرده باشه. خب این کل قانون لنزه.
یعنی وقتی میدان داره در این جهت زیاد میشه، من باید جریانی در حلقه داشته باشم که میدانی در خلاف این جهت این میدان برای من تولید بکنه. خب یعنی من به دنبال میدانی هستم در این جهت، در جهت معکوس این، و برای اینکه من یک میدانی در این جهت داشته باشم طبق این چیزی که اینجا دیدیم و قانون دست راست، این طبق قانون دست راست بود دیگه، شما شستتون رو میگرفتید در جهت جریان، جهت چرخش انگشت هاتون جهت میدان رو نشون میداد. اگر جریان اینوری باشه، جریان القایی، اگر شما الان شستتون رو بگیرید در این راستا، اون وقت خواهید دید که جهت چرخش انگشت هاتون به کدوم وره؟ این شکلیه دیگه. خب یعنی این الان روی حلقه است، این پشت حلقه است. پس من فهمیدم که جریان القایی اینوری نمیتونه باشه. من عمدن اینوری کشیدم که شما اول ببینید اشتباه. اگر جریان این شکلی حرکت بکنه، جهت حرکت شست شما بیرون حلقه به سمت پایین، داخل حلقه به سمت بالاست، و من میخوام داخل حلقه جریان، ببخشید، میدان مغناطیسی به سمت پایین باشه تا با افزایش شار مخالفت بکنه. بنابراین جریان القایی در جهت عکس. الان شما ببینید دستتون رو بگیرید در این راستا، یعنی شستتون رو بگیرید در این راستا، من نمیدونم میتونم بکشم یا نه، مثلا این شست شما، در این صورت بقیه انگشت هاتون که این 4 انگشت باشه، دیگه از این بدتر نمیشد من بکشم، اما مهم نیست، چون الان خواهید دید که اگر شما این انگشتاتون رو به سمت پایین بچرخونید، داخل حلقه میدان مغناطیسی به سمت پایین خواهد. خب درسته؟ بنابراین جهت جریان القایی در حلقه در این راستا خواهد بود. یک جای خیلی راحت تست کردنش اینجاست، یعنی در این نقطه وقتی که شستتون رو بگیرید به این سمت، خواهید دید که بقیه انگشت هاتون اینجا به سمت پایین خم میشن، اینجا به سمت بالا، یعنی داخل سر حلقه به سمت پایین، بیرون حلقه به سمت بالا. بنابراین جهت جریان القایی اینوری خواهد بود. این به راحتی قانون لنز رو برای ما نشون میده. و خب یک مثال خیلی ساده در ادامه این مثال اینه که اگر میدان مغناطیسی کم بشه، یعنی میدانی که در این راستا قرار داره کم بشه، در این صورت طبق قانون لنز جریان باید در جهتی باشه که با کم شدن شار مخالفت بکنه. پس اینو یادتون باشین، یادتون باشه جریان القایی باید با کم شدن شار مخالفت کنه. در این حالت، در حالت بالا باید با زیاد شدن شار مخالفت میکرد، در این حالت با کم شدن شار مخالفت کنه. یعنی چی؟ یعنی در همون جهت میدان، یعنی کم شدن شار مخالفت کند، یعنی شار را زیاد کند. درسته؟ این دوتا یه ترجمه هم دیگه، یه جمله، یعنی باید در همون راستای میدان تولید بکنه جریان القایی من، بنابراین باید در این راستا باشه، یعنی اینجوری حرکت بکنه که اون وقت شستتون رو بگیرید در راستای جریان، میبینید که اینجا به سمت بالاست میدان، اینجا به سمت پایین، یعنی اینجا همجهت هست با میدان. پس اگر میدان کم بشه جریان در این راستاست، اگر میدان زیاد بشه جریان در راستای عکسه، و در هر دو حالت با تغییرات شار مخالفت میکنه. به این میگن قانون لنز. من در ویدیوهای بعد چند مثال از قانون لنز حل میکنم، چون خیلی خیلی قانون مهمیه. فعلا خداحافظ.